سلام به همه دوستای خوبم در آترین، من محمد حسین شبانی هستم. امروز میخوایم راجع به یکی از تفاوت‌های مد رنگی RGB و LED صحبت بکنیم و ببینیم که از این تکنیک کجاها میتونیم استفاده بکنیم. من این تصویر رو توی نرم افزار فتوشاپ باز کردم. اگر به اینجا دقت بکنیم میتونیم ببینیم که نوشته شده RGB/8 که داره به من نشون میده که من در حال حاضر روی مد رنگی RGB هستم و دارم توی یک محیط 8 بیتی کار میکنم. من میرم سراغ ادجاستمنت محبوبم، یعنی ادجاستمنت کروز. همونطور که میدونید دامنه کاری ما روی رنگ و نور تصویر با کروز و لولز خیلی وسیعه، خیلی کارا میتونیم باش انجام بدیم. فرض کنید که با فرم اسی که اینجا ایجاد میکنیم میتونیم کنتراست تصویر رو افزایش بدیم. الان کنتراست افزایش پیدا کرد، رنگ ها هم یه مقداری تغییر کرد و بعد حالا میایم میگیم که برای اینکه تاثیر رنگ ها رو بگیریم میتونیم بلندینگ مد لایه‌مون رو از نرمال تغییر بدیم به لومیناسیتی تا فقط روی نور تصویر کار کرده باشیم. یا فرض کنید که من میرم اینجا یه کروز دیگه میارم و اینجا میام روی چنل ها کار میکنم، به چنل رد کنتراست میدم، به چنل گرین کنتراست میدم و به چنل بلو کنتراست معکوس میدم تا به این شکل فضای رنگی تصویرم تغییر بکنه. خب شاید ظاهر قضیه این باشه که ما روی رنگ ها کار کردیم، ولی اگر بلندینگ مود کروز 2 رو از نرمال تغییر بدم به لومیناسیتی و اون رو خاموش روشن بکنم، کاملا مشخصه که ما روی نور تصویر هم تاثیر گذاشتیم. خب زمانی که داریم حالا کنتراست افزایش میدیم، میخوایم تاثیر رنگ ها رو بگیریم، میتونیم از تغییر بلندینگ مود از نرمال به لومیناسیتی استفاده بکنیم. ولی زمانی که داریم رنگ ها رو تغییر میدیم چی؟ خب طبیعتا داریم روی نور هم تاثیر میذاریم. اگر بخوایم روی این دوتا بحث کاملا مجزا کار بکنیم باید چی کار بکنیم؟ یعنی روی نور جدا کار بکنیم و روی رنگ جدا کار بکنیم. اینجاست که کاملا مد رنگی LAB میتونه به ما کمک بکنه. مد رنگی LAB تشکیل شده از 3 تا چنل: Lightness، A و B. Lightness همونطور که از اسمش مشخصه کاملا مربوط میشه به نور تصویر من و هیچ تأثیری روی رنگا نداره، و A و B مربوط میشن به رنگای تصویر من و هیچ تأثیری روی Lightness ندارن، یعنی رنگ نور تصویر من رو تغییر نمیدن. من این کروزا رو اینجا حذف میکنم و مود تصویرم رو تغییر میدم به LAB. دوباره میرم کروز رو انتخاب میکنم. همطور که گفتم اینجا 3 تا چنل Lightness A و B رو میتونیم ببینیم. من میرم سراغ چنل A، گفتم که مربوط میشه به تغییر رنگ ها. حالا فرض کنید که اینجا به این شکل تغییراتی رو انجام میدم، حالا مهم نیست که این رنگ ها به چه شکلی داره تغییر میکنه، میخوام در واقع این تفاوت رو ببینیم. الان من روی رنگ ها کار کردم و بلندینگ مود لایه‌ام رو از بلندینگ مود در واقع کروز 1 رو از نرمال تغییر میدم به لومیناسیتی، یعنی تاثیر رنگ ها رو گرفتم. الان اگه کروز 1 رو خاموش روشن بکنم میتونم ببینم که هیچ تأثیری روی نور تصویر من نداره و الان فقط میتونم با لایتنس کار بکنم زمانی که روی مود لومیناسیتی هستم. پس با استفاده از مود رنگی LAB ما میتونیم بیایم به طور مجزا روی رنگ و نور تصویر کار بکنیم. فرض کنید که برای این تصویر من ترجیح میدم کنتراست معکوس بدم به این شکلی که میبینید، یعنی روی لایتنس کار کردم و حالا برم روی رنگ ها کار بکنم. میتونم توی این قسمت حالا یه مقداری اینجا سایان اضافه کنم و بیام چنل B، اینجا هم یه مقداری زرد بدم و اینجا هم یه مقداری آبی تا به این شکل به طور مجزا روی رنگ و نور کار بکنم تا از این تصویر بتونم به این تصویر برسم. مرسی از دوستان عزیزم، مرسی که با من همراه بودید.